سلام، سلامی پر از مهر، پر از دلگرمی به شما دوستان و شنوندگان گرامی. به برنامه خودتون، برنامه دلگرمی، خیلی خوش اومدید. مژگان هستم و امیدوارم از برنامه‌ای که امروز برای شما تهیه و تدارک دیدیم برکت بگیرید. تشویقتون میکنم که با برنامه امروز ما همراه باشید. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما کنیز بی‌هویت هست و اون کنیز بی‌هویت کسی نیست جز هاجر. تا حالا خودتون رو توی یه بیابون خشک و بی‌آب و علف حس کردین؟ تنها و بدون امید. تا حالا حس کردین که هویتی ندارین یا هویتتون در دیگران خلاصه میشه؟ در کتاب مقدس به زنی برمیخوریم که از این تجربیات عبور کرده. اون زن یه زن عادی بود و شاید کمتر از عادی. زنی که در موردش صحبت میکنیم خصوصیات متضادی داشت. از یک طرف خود بزرگ بین بود و از طرفی مورد ظلم. هم کنیز بود، هم جای بانوش رو گرفته بود. هم مغرور و خودپسند بود، هم مورد تحقیر. آیا شما توی شخصیت خودتون تضادی می‌بینید؟ اگر اینطوره، نباید ناامید بشید. چون اتفاقاً خدا ما رو توی شرایطی قرار میده که اون ضعف رو از ما برداره. خب همونطور که گفتم، اون زن هاجر هست. بیاین با هم به کتاب پیدایش باب 16 آیات 1 تا 14 بندازیم. توی این قسمت میبینیم که سارا همسر ابرام فرزندی نداشت، اما اون یک کنیز مصری داشت به اسم هاجر. همونطور که در برنامه های قبلی در موردش صحبت کردیم، سارا دست در کار خدا میبره و به ابرام میگه که با کنیز من هم بستر بشو که از این طریق بتونیم صاحب فرزند بشیم. و ابرام هم بیچون و چرا به حرف سارا گوش میکنه، بدون اینکه نظر هاجر توی این قضیه مهم باشه. پس بعد از اون هاجر باردار میشه و وقتی که فهمید باردار شده، به بانوی خودش به دیده تحقیر نگاه میکنه و شروع به اذیت و آزار سارا میکنه. خلاصه این کشمکش بین این دوتا خانوم انقدر کش پیدا میکنه که آخر هاجر به سطوح میاد و از دست سارا فرار میکنه و به بیابون میره و فرشته خداوند در کنار چشمه آبی بر هاجر ظاهر میشه و بهش میگه ای هاجر، کنیز سارای، از کجا اومدی؟ به کجا میری؟ هاجر میگه من از نزد بانوی خودم دارم فرار میکنم. اون وقت فرشته خداوند بهش میگه تو باید نزد بانوی خودت برگردی و زیر دست اون فروتن باشی. و بعد به اون میگه خداوند نسل تو رو بسیار افزون میکنه، انقدر زیاد که نمیتونی اون رو بشماری و حالا هم که باردار هستی پسری خواهی زایید و اسم اون رو باید اسماعیل بذاری، چون خداوند فریاد مظلومیت تو را شنیده. بعد از صحبت‌های فرشته، هاجر نام خدا رو که با اون سخن گفته بود به زبون میاره و میگه تو خدایی هستی که من رو میبینی. و بعد هاجر پسری به دنیا میاره و اسم اون رو اسماعیل میذارن. خب، حالا بیاین با هم به این داستان به دقت نگاه بکنیم. هاجر از بیابان عبور کرد. میخوام ببینم بیابون زندگی تو امروز چی هست. میدونین که منظورم مکان جغرافیایی نیست،
بیابون زمانیه که به پایین ترین نقطه زندگی میرسیم، جایی که امید و هدف نداریم، جایی که خسته شدیم، جایی که سردرگمیم و راهی نداریم، انگار همه درها بسته شدن، جایی که تنهاییم، جایی که بی کسیم، غمگینیم مثل هاجر و فقط میخواییم به یک چیز دیگه پناه ببریم. اما جالبه بدونید تو همین بیابون مسیح آزمایش شد و پیروز شد. همینطور قوم خدا رو میبینیم که از بیابون عبور کردن و چه اتفاقاتی براشون توی این بیابون افتاد. و حالا هم هاجر رو میبینیم که سر از این بیابون در آورده و خدا در این بیابون با اون ملاقات کرده. عزیزان، از بیابونهای زندگیتون نترسین. اتفاقاً میخوام بهتون بگم توی همین بیابونها هست که خدا شما رو ملاقات میکنه. تو همین تنهایی‌ها، تو لحظاتی که دلت شکسته، تو لحظه های دلتنگی، تو بی کسی هات، مطمئن باش که خداوند در اوج سخت‌ترین لحظه از راه میرسه، به شرطی که به حضور اون بریم. میدونین، من فکر میکنم توی اون لحظه هزاران هزار سوال از ذهن هاجر عبور میکرد. آخه چرا من که تمام عمرم سختی کشیدم، من که از بچگیم تا حالا برده بودم، چرا اینقدر من بدبختم؟ چرا اینقدر من آوارم؟ من که نمیخواستم همسر ابراهیم بشم، من که نمیخواستم باردار بشم، حالا باید توی این شرایط چی کار بکنم؟ این جمله ها برای شما آشنا نیست؟ توی اون بیابون فرشته خداوند هاجر رو ملاقات کرد، هاجری که ضعفای خودش رو داشت. مهم نیست ما چقدر ضعف داریم، خداوند اونجایی که باید بر ما ظاهر میشه و کار خودش رو به انجام میرسونه. یه چیز جالب، کلام خدا میگه فرشته خداوند نزد چشمه اون رو ملاقات کرد. این منو یاد مسیح میندازه که میگه من آب حیاتم. امروز چشمه ما نزد پاهای عیساست. خدا ما رو با آب گوارا سیراب میسازه، یعنی دید تازه، برکت تازه. پس تو این بیابون خشک یادمون باشه که تماسمون رو با منبع آب زنده یعنی عیسی مسیح قطع نکنیم، چون اونجاست که اون ما رو ملاقات میکنه، نزد چشمه آب حیات بخش. و بعد یه چیز دیگه، فرشته خدا هاجر رو چی صدا میزنه؟ اون اول اسمش رو میگه و بعد هویتش رو. بهش میگه ای هاجر کنیز سارای. معمولاً هویت ما بسته به پدر یا شوهرمون هست، مخصوصاً توی فرهنگ ما. آیا فرشته به اون زن سرکوفت میزنه؟ آیا اونو تحقیر میکنه؟ نه، مسلماً که به این معنی نیست. اون منظورش اینه که بی کسی تو رو دیدم، بی هویتیت رو دیدم، میدونم چه دردی داری میکشی، میدونم که آزاد نیستی، میدونم که اسیری، اما تو هم بدون که خدا میبینه، هیچ چیزی از چشمان اون پنهان نیست. اون به فکر ما و مشکلات ما هست و اونه که به ما هویت میبخشه. حالا نگاهی بندازیم به پیغام خدا که میگه برگرد نزد بانوی خودت. صدای خدا حال هاجر رو دگرگون کرد، هرچند که خیلی هم براش خوشایند نبود. آیه 9 میگه برگرد. پیش کی برگرده؟ پیش بانوی خودش. و بهش میگه مطیع باش، چون خدا میخواست مشکل غرورش رو بهش گوش زد کنه. بهش میگه برگرد و فروتن باش. ولی خیلی عجیبه، خدا ازش میخواد پیش کسی برگرده که اونو به این روز انداخته. اگر شما بودین چه واکنشی نشون میدادین؟ میدونین
هاجر یاد گرفت که اعتمادش رو بر خدا بذاره، چون فهمید که اون حاکمه و تسلیم اراده اون شد. پس حرف اون رو گوش کرد و برگشت. اون میدونست که آینده هر چی باشه، حضور خدا قدرت رویارویی با اون رو بهش میده و همونطور که خداوند بهش وعده داده بود، نسل اسماعیل کسی رو بیشمار شد. میخوام دوستان عزیزم در آخر تشویقتون کنم که با خدا وقت بذارید، به اون اعتماد کنید. اون مشکلات شما رو میبینه. از بیابونهاتون نترسین، بلکه بذارید در اون بیابون خداوند در کنار چشمه آب حیات بخش شما رو تازه بکنه و شما رو قوت ببخشه. صدای اون، حضور اون حال شما رو عوض میکنه و دید شما رو تغییر میده. ای خدای زنده، ای خدای حیات بخش، تو رو شکر میکنیم و مرسی که تو خداوند و هادی راه‌های ما هستی. دعا میکنم برای عزیزانی که امروز در بیابون سخت زندگیشون هستن. شاید از خیلی چیزها در حال فرارن، شاید طاقت موندن توی اون شرایط رو ندارن. ای خداوند دعا می کنم به اسم عیسی مسیح که در این بیابون تو بر اونها ظاهر بشی و به اونها قوت ببخشی، اونها رو تازه بسازی ای خداوند، ضعف‌هاشون رو برداری و به اونها هویت بدی. در نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین. خب شنوندگان گرامی، برنامه امروز ما هم به اتمام رسیده. امیدوارم که از برنامه امروز ما برکت گرفته باشید. باز هم میخوام تشویقتون بکنم که از این بیابون نترسید و بذارید که خدا حضورش رو در این بیابون بر شما نمایان بکنه. تشویقتون میکنم که مطیع خداوند و کلامش باشید که سعادت شما در همینه. تا برنامه آینده شما رو به دستان پرفیض و محبت خداوندمون می‌سپارم. خدا نگهدار.